بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. حضور محصلین عزیز سمستر 11 هم سلام تقدیم میکنم و امیدوار هستم که همواره سعادتمند و موفق و پیروز باشین. محصلین گرامی، ما سمستر 11 هم هستیم و مضمون داخل اطفال را شما پیش میبریم. در جلسات قبل ما راجع به عمومیات اخذ تاریخچه و معاینه فیزیکی اطفال صحبت کردیم، همچنین در پرزنتیشن قبل راجع به رشد یا گروت اطفال توضیحاتی دادیم. گفتیم که رشد عبارت از افزایش در تعداد و همچنان سایز حجرات بدن می باشه که در نتیجه دیفرنشیشن یا تفریق ممکنه که سیستم ها و اعضای مختلف بدن ایجاد بشه که این هم ارتباط مستقیم به تکامل طفل داره. و همچنان ما فاکتورهایی که بالای رشد تأثیر میکرد خواندیم، قوانین رشد خواندیم، دیگه ارزیابی رشد خواندیم که چطور ما رشد اطفال ارزیابی کنیم و ببینیم که آیا طفل در مرحله نرمال از رشد خود قرار داره یا نه، وزن طفل، قد طفل، طول طفل، اندازه‌گیری قسمت متوسط علوی بازو یا موک طفل مطالعه کردیم، اندازه دور سر، دور صدر طفل، اینا رو مورد مطالعه قرار دادیم و همچنان گفتیم که در کدام سنین طفل دندان‌های دائمی و همچنین دندان‌های شیری نزد طفل شروع به بیرون شدن میکنه. در این پرزنتیشن ما دوره‌های تکامل یا دیولپمنت طفل رو در زیر قرار میدیم و امیدوار هستم که موثر واقع شد. خب محصلین عزیز، تکامل یا دیولپمنت، همونطور که در پرزنتیشن قبل گفتم، خود تکامل عبارت از کسب مهارت و پختگی اجرای وظایف انساج اعضا و سیستم های مختلف عضویت می باشه. وقتی که طفل رشد میکنه، تعداد حجرات و اندازه حجرات زیاد میشه و وقتی که تکامل میکنه، به پختگی و مهارت وظیفه‌ای میرسن حجرات و انساج و اعضای بدن. یا اگر به نحو دیگر بگیم، رشد، خود رشد تغییرات کمی ایجاد میشه و در رشد و در تکامل تغییرات کیفی یا کوانتیتیف ایجاد میشه. موضوع بسیار عمده ای است که سیر و جهت تکامل رأسی زنبی است. یعنی چی؟ یعنی سفال و کودر هست. یعنی که تکامل از رأس شروع میشه، بعدا میره به طرف علوی و در اخیر به طرف سفلی میره. این در واقع چیه؟ سیر و جهت تکامل هست. یعنی که مثلا اگر ما در سلاده بعدی هم انشاءالله میخونیم، اگر ما حرکات طفل ارزیابی بکنیم، فعالیت های حرکی طفل ارزیابی بکنیم، ببینیم طفل فرض کنیم در سن سمایگی نک هولدینگ داره، از گردن شروع میشه، از سر شروع میشه، سر خود میتونه کنترل بکنه، بعد از اون در سنین مختلف، در سنین بعدی میه چیکار میکنه؟ طفل توانه نشستن پیدا میکنه و در سنین بالاتر باز توانه استادن پیدا میکنه و در سنین بالاتر باز میتونه توانه چی؟ توانه راه رفتن پیدا بکنه. یعنی از رأس شروع شد، میه به طرف چی؟ به طرف ذنب یا قسمت سفلی. به خاطر از اینکه خواسته باشه ما از خود تکامل یا دیولپمنت طفل ارزیابی بکنیم، باید فعالیت‌های حرکی، فعالیت‌های اجتماعی و همچنان در واقع لنگویج یا صحبت کردن، تکلم طفل ما مورد ارزیابی قرار بدیم. سیستم حرکی طفل در بحث تکامل به دو بخش تقسیم میشه. یعنی ارزیابی سیستم حرکی طفل، حرکات عمده یا گراس موتور و حرکات ظریف یا فاین موتور. خب حرکات عمده در وضعیت‌های بطنی، ذهبی، نشسته و ایستاده مطالعه میشه. یعنی چی؟ اینه حرکاتی که عمدتاً و چشم قابل رؤیت هست و گراس هست، عمده است، اینا رو مورد ارزیابی قرار میدیم. مثلا طفل ببینیم در کدام سن مثلا توانایی داره که از حالت استجای ذهبی خودداری بده به استجای بطنی، یا در کدام سن توانایی نشستن پیدا بکنه و در کدام سن توانایی ایستادن پیدا بکنه. خب میایم بحث حرکات ظریفه یا فاین موتور. اینا عبارت از تطابق چشم و دست ها، تطابق دهن و دست ها و چشم، اینا مطالعه میشه. مثلا یک طفل در کدام سن توانه ای داره که یک شیر که در مقابل چشم ها از اون ما قرار میدهیم جهت از اون تغییر بکنه، سه شد. یا در کدام سن طفل توانه ای داره که یک مواد غذایی به دهن خوب باره، یا در کدام سن توانه ای داره که طفل در واقع یک جسم به دست خوب محکم بگیره، سه شد. اینا تحت ارزیابی حرکات ظریفه مورد مطالعه قرار میگیره. میان مراحل تکامل طبیعی طفل. طفل در زمان تولد از نظر فعالیت‌های حرکی اکثر اوقات خوابیده هست و همچنان توانایی مکیدن سدیر داره.
از نظر فعالیت های اجتماعی و شنوایی طفل با مواجهه به هر چیز ناراحت کننده طفل گریه میکنه. مثلا اگر یک صدای دلخراش ایجاد بکنیم و یک طفل یک تنبیه در واقع ایجاد بکنیم، به فرض کنیم پمپرز طفل باعث ناراحتی طفل بشه، این چه کار میکنه؟ باعث میشه که طفل گریه بکنه. گریه کردن از جمله فعالیت های اجتماعی طفل به شمار میره. در سن 6 هفتگی از نظر فعالیت حرکی طفل روی شکم میخوابه، میتونه که روی شکم چیکار کنه؟ بخوابه. در 6 هفتگی وقتی که او از حالت خوابیده او میخوایم بشانیم، گردن خود کنترل کرده نمیتونه. در واقع در سن 6 هفتگی طفل نک هولدینگ نداره. به خاطر تست ازی ما چیکار میکنیم؟ طفل حالت خوابیده به پشت هست، هر دو دست از او آهسته میگیریم و آهسته بالا میکنیم، میبینیم گردن طفل آویزان میشه به طرف پایین. سه شد گردن طفل طرف پایین آویزان میشه و این نشان میده که طفل نک هولدینگ یا توانه اخذ یا نگه داشتن گردن خود نداره. فعالیت های اجتماعی و شنوایی و تکلم طفل در سن 6 هفتگی، طفل اشیار نگاه میکنه. سه شد طفل چیکار میکنه؟ اشیار نگاه میکنه و وقتی که به اون صحبت میکنیم شروع چیکار میکنه؟ شروع به تبسم میکنه. در سن 3 ماهگی از نظر فعالیت حرکی چیز متحرک با چشم خود دنبال میکنه. سه شد گردن خور میتونه راست بگیره. وقتی که چیزی در دستش قرار میدیم او میگیره. این در سن 3 ماهگی. یعنی اگر طفل در سن 3 ماهگی همین مراحل طبیعی و همین فعالیت های حرکی نرمال انجام داده نتونست، ما باید دنبال مشکل بگردیم و مشکل پیدا بکنیم. از نظر فعالیت های اجتماعی طفل خود به خود میخنده. چیکار میکنه؟ خود به خود میخنده. در سن 6 هفتگی طفل در واقع سوشیال اسمایل داره. در سن 6 هفتگی سوشیال اسمایل داره، یعنی وقتی که ما به طرف از اون نگاه میکنیم یا به خنده میاریم خنده میکنه. اما در سن 3 ماهگی طفل خود از اون خنده میکنه بدون از اینکه ما رو خنده بیاریم. یک چیز خنده آور مثلا یک چیز یک حرکت ما ببینه خود از اون چیکار میکنه؟ خنده میکنه. در سن 6 ماهگی طفل از نظر فعالیت حرکی یک سپورتیف سیتینگ داره. یعنی چی؟ یعنی با کمک میشینه، ما رو کمک کنیم کمر از رو بگیریم، میتونه توانه میشینه نشستن داره و چیز از یک دست به دست دیگر خوب میده. وقتی ما یک چیز به دست از رو میدهیم این میتونه که به هر دو دست چیز به دست خوب بگیره و طرف بالا به مقابل چشمان خوب قرار بده. در سن 7 ماهگی چه کار میکنه؟ در سن 7 ماهگی از نظر فعالیت حرکی او ویدو سپورت میشینه، یعنی بدون از اینکه ما کمک بکنیم طفل چیکار میکنه؟ طفل تونه این نشستن پیدا میکنه و با حرکات جوری شک به طرف اشیا خور میکشونه، یعنی به زمین میخزه، خزش داره، خزیدن داره، میتونه حرکت بکنه طرف اشیا، خزیدن با جسمش را به جلو کشیدن آغاز، خزیدن یا جسمش رو به جلو کشیدن آغاز میکنه و با گرفتن دست به چیزی میتونه بیسته. وقتی شما دست از او بگیرین یا یک وسیله دست از او قرار بدین، اون میتونه با گرفتن وسیله آهسته آهسته چیکار کنه؟ بیسته. یعنی سپورتیو استندینگ داره. خب از نظر فعالیت های اجتماعی و شنوایی و تکلم اصوات تقلید میکنه. مثلا یک صدای تولید کنه، مثلا بگیم با، او هم میگه با. سه شد تقلید کرده. میتونه در سن 7 ماهگی سیلاب ها را کنار هم میگذاره و صداهای شبیه یک لغت میسازه. شاید این لغت معنی و مفهوم نداشته باشه، اما چندین حرف، چندین سیلاب، چندین صوت با هم دیگر کنار میگذاره و ممکنه که یک چیز، یک حرف، یک کلمه در واقع شبیه یک لغت باشه. مثلا میگه دبه یا میگه ببه. دست را به حالت خداحافظی تکان میده و اشیا رو به هم میکوبه. میتونه یک چیز رو دست از بده، ممکنه که چیکار کنه؟ به دو دست خود اشیا رو بکوبه و همچنان دست خود به حالت خداحافظی. شاید من خود طفل هدف خداحافظی نفهمه، یعنی نمیفهمه که هدف از تکان دادن دست خداحافظیه، ولی شما اگر او حرکت رو انجام بده، مو تقلید میکنه و چیکار میکنه؟ و مو به حالت خداحافظی دست خود تکان میده. در سن 8 ماهگی از نظر فعالیت های حرکی اشیا را از یک دست به دست دیگر خود میدهد، دست دیگر خود میدهد. درست شد؟ با گرفتن دست به چیزی میتونه بیستد. اینجا دیگه تکامل بیشتر کرد. در سن 7 ماهگی طفل آهسته سپورتیو استندینگ داشت، اما حال کمک بیشتر میتونه، یعنی میتونه که با توانایی بیشتر، با قدرت بیشتر وقتی یک چیزی گرفت و استاد بشه، به خوبی میخزه و خود را برای استادن به حالت کشیده در میاره. یعنی میخواد که، یعنی ما احساس میکنه که میخواد استاد بشه، تمایل پیدا میکنه به استاد شدن. دور خانه میگرده،
اشیا رو با شست دست و انگشت خود میگیره. در سنین قبل از سن 8 ماهگی با تمام انگشت‌ها خود میگیرید، با کف دست خود میگیرید اشیا، اما حالا در سن 8 ماهگی دیگه شاید میتونه با شست دست و انگشت خود کار کنه بگیره. از نظر فعالیت‌های اجتماعی و تکلم به والدین خود بابا و ممه خطاب میکنه. حالا دیگه میشناسه بابا خود بابا میگه و مادر خود ممه ممکنه بگه، یا اینکه هر در واقع تکلم یا هر حرفی که در خانه چی هست معمول هست اون حرف رو میتونه چیکار کنه بیان بکنه. درخواست های خود را با حرکات مخصوص نشان میده. مثلا یک حالت چیزی میخواد دست خود حرکت میده به طرف اون شیه، یا وقتی که فرض کنیم گرسنه میشه به طرف مواد غذایی اشاره میکنه، یعنی نشان میده و همچنین گریه هم میکنه و این نشان دهنده ای است که تکامل زود به سن 8 ماهگی رسیده. خب در سن 9 ماهگی فعالیت های حرکی به خوبی میشینه، اینجا دیگه بدون کمک، کاملا بدون از اینکه ما برای کمک بکنه، بدون از اینکه خود طفل خسته بشه میشینه، میخزه و تلاش میکنه که استاد شه، یعنی بدون سپورت یک تلاش میکنه که چکار شد استاد شد. با تشیر خود از اون میتونه و دست خود بگیره و نگه داره. در سن 9 ماهگی با دو دست میگیره و نگه داره، با یک دست نیم با دو دست میگیره. با گرفتن دست به چیزی بازم میتونه بیسته، یعنی که تکاملی چکار میشه؟ تکامل استادن از اون نظر سن 8 ماهگی داره چکار میشه؟ زیادتر میشه. برای برداشتن اشیا از حرکت شست در مقابل انگشتش استفاده میکنه. در اونجا فرض کنیم در سن 8 ماهگی چندین انگشت خودم رو با شست خود میگیری، حالا ممکنه که همین تعداد انگشتان مقابل شست از اون کمتر شه، یا شیر که میخواد بر بداره با دو انگشت یا با یک انگشت دیگه خودم رو با شست خود بر میداره. با گرفتن دست به مبل دور اتاق ممکنه بگرده و اشیا رو میتونه هم دیگر بکنه. از نظر فعالیت های اجتماعی و تکلم مریض خود طفل در سن 9 ماهگی ماما و بابا میگه یا دده و بابا میگه، با دست دقیق بای بای میکنه. در سن نمایگی دیگه حالا کم کم مفهوم رو میفهمه که نمیخوای بای بای بکنه و خدافظی بکنه، سیلاب ها رو کنار هم میگذاره و صدای شبیه یک لغت میسازه. اینجا دیگه لغت کمک واضح تره. فرض کنیم در سن 8 ماهگی بابا میگفت، در این سن درست بابا میگه، یعنی که میتونه که تقریبا یک لغت با معناتر میسازه با کنار هم گذاشتن سیلاب ها. در سن 10 ماهگی اشعار عبارت قلابی برمیداره، یعنی که الان دیگه با یک انگشت و همچنین با انگشت همراه با کمک شست و یک انگشت میتونه که اشیا به حالت قلابی برداره، به خوبی میخزه، دور خانه میگرده، اینجا دیگه با گلاس مینوشه، با هر دو دست خود گلاس میگیره و مینوشه. ممکنه که خود تر بکنه ولی مینوشه، یک مقدار آب دهن طفل میره. برای چند ثانیه بدون کمک استاد میشه. در سن 10 ماهگی میتونه اشیا رو درون یک ظرف بریزه، اینجا دیگه اشیا کنار میتونه که وقت رو بندازه داخل یک ظرف. اینطور نیست که بیه که با گلاس یا با لیوان آب بریزه داخل گلاس، اینطور نه، اون مورد هنوز نرسیده. فقط اشیاء جامد بزرگ میتونه بعد داره و داخلش داخل یک ظرف بندازه. از نظر فعالیت های اجتماعی تکلم و شنوایی به والدین خود به طور صحیح بابا و ماما میگه. در اینجا دیگه بابای کاملا واضح شد، میفهمه که این بابا و مادر میگه یا هر کلمه‌ای که معمول هست به خانواده. به نام خود جواب میده، وقتی نام از او صدا میکنیم جواب میده، یعنی جواب دادن اینطور نه که بگه بله، به طرف نگاه میکنه و در واقع عکس العمل که نشان میده که یعنی جواب داد و مفهوم کلمه نه رو میفهمه. وقتی که فرض کنیم یک چیز خطرناک میخواد دست بزنه، ما باید بگیم نه، او دست نمیزنه، یعنی مفهوم کلمه نه رو میفهمه و در خصوص خود رو با ژست مخصوص نشان میده، یک برکت مخصوص میگه، اشاره میکنه طرف چیز، طرف یک چیزی که من در واقع تمایل دارم که شی در واقع بردارم یا بخوام. دست رو به حالت خدافظی تکان میده که در اینجا دیگه در واقع واضح‌تر، شکل واضح‌تر میگه بای بای یا خدافظی. در سن 11 ماهگی از نظر فعالیت‌های حرکی برای چند ثانیه بدون کمک استاد میشه، یعنی تعداد ثانیه‌هایی که بدون کمک استاد میشه در سن 11 ماهگی زیادتر میشه. حرکات دیگر رو تقلید میکنه، میتواند اشیاء رو درون یک ظرف بریزد و در حالت استاده خم میشه، یعنی به اون چند ثانیه که استاد میشه خم میشه و وقتی خم شد باز میشینه دیگه یا میفته به زمین. صحیح شد؟ یعنی توانی خم شدن آهسته آهسته پیدا میکنه، جرأت خم شدن آهسته آهسته پیدا میکنه. از نظر فعالیت های اجتماعی تکلم و شنوایی دستورات صادر میفهمه، وقتی میگم بیا ممکنه که بخیز به طرف شما بیایه، وقتی میگم برو یا اون چیز بردار به طرف یک شی اشاره بکنیم میره به طرف. به والدین خود به صورت صحیح بابا و مادر یا ماما میگه، به غیر از بابا و ماما یک کلمه دیگر هم بیان میکنه. در اینجا دیگه کلمات زیادتر شد، 3 تا 4 کلمه ممکنه که در سن 11 ماهگی طفل چیکار کنه بیان بکنه. در سن 1 سالگی از نظر فعالیت های حرکی وقتی دست رو میگیریم راه میره، ببینیم
نفس نیاز یک سالگی طفل دست بگیره بر جا بره بدون کمک استاد میشه، کمک میکنه تا لباس زیر بپوشیم، یعنی دست خود میاره که لباس زیر بپوشیم یا لباس زیر بیرون کنیم و حرکات دیگران تقلید میکنیم. از نظر فعالیت اجتماعی تکلم و شنوایی اصوات شبیه یک لغت از دهان خارج میکنه، چند کلمه رو بیان میکنه، در خاص خود با جسم مخصوص نشان میده. در واقع اینو تغییرات تکاملی که در سن 11 ماهگی ایجاد شده بود اینا هی داره رشد میکنه. خب با قلم رنگی خط میکشه که خط در واقع میکشه، یعنی مشخص میشه که این خط کشید داره خط کچ راست مهم نیست، فقط خط میکشه. به غیر از بابا و ماما دو کلمه دیگر هم چیکار میکنه میگه، یعنی چهار کلمه یا بعضا پنج کلمه در سن یک سالگی میتونه بگه. در سن 18 ماهگی فعالیت های حرکی خوب راه میره و از پله ها بالا میشه، یعنی طفلی که 1.5 ساله شد دیگه بعد خوب راه بره از پله ها چیکار شه بالا شد. از نظر فعالیت های اجتماعی کتاب به صورت چند برگی چند برگ ورق میزنه، البته پاره میکنه، یعنی که کتاب که دست زو قرار بدیم یک یک نه سه چهار ورق ممکنه که بفهمه که این ورق زدن است، سه چهار ورق هم زمان ورق میزنه ولی ممکنه که اسمش پاره بشه. میتونه حدود 10 کلمه بیان بکنه تو اندازه خودش قضا میخوره، خود زو بدن میکنه یک قضا بسیار ملایم، یک میله کله چیز به دست زو بده ممکنه خودش به طرف دهن خوب بباره. در 2 سالگی فعالیت های حرکی خوب میدود و تنهایی از پله ها بالا پایین میره، یعنی میتونه دیگه حالا به طرف از پله پایین هم بره ولی باز هم خطر هست، باید متوجه طفل باشن و او تنها رها نکنن در قسمت پله ها. از نظر فعالیت های اجتماعی و شنوایی و تکلم کتاب را یک ورق بس 2 سالگی یک ورق میزنه، لباس های ساده خود خوره، لباس ساده ممکن است شلوار خود مثلا بتونه بپوشه، پا خود داخل پارچه ها خود کنه، جملات 2 یا 3 کلمه میسازه و نیاز به دستشویی میگه. یعنی ما در سن 2 سالگی طفل وقتی که دستشویی میگیره پدر مادر میفهمن که دستشویی گرفته، یک حالت نشان میده نیاز به دستشویی خود بیان میکنه یک طریقه و همچنان جملات 2 یا 3 کلمه میگه، مثلا میتونه بگه که بیا یا میگه بابا بیا، این تک حالت 2 یا 3 کلمه میتونه چکار کنه ادا بکنه. در سن 3 سالگی فعالیت های حرکی سه چرخ سوار میشه خود از لباس خود میپوشه و دکمه ها رو نمیتونه بسته کنه. در سن 3 سالگی از نظر اجتماعی تا 10 عدد میشماره، تا 10 عدد تونی شمردن داره، کلمات جمع رو میتونه به کار ببره، مثلا میگه که کتاب ها، مثلا میگه که غذا ها، مثلا میگه که کله ها. سوال میکنه خودش غذا میخوره، سوال میکنه در سن 3 سالگی سوال میکنه او چیه، مثلا پرسان میکنه چیزی که ناشنا باشه معلومات میخواهه و خودش هم میتونه غذا بخوره. ولی با اون هم در سن 3 سالگی باید کمک بکنه به طرف که غذا خود صورت درست بتونه بخوره و طرف غذای مناسب متناسب بتونه اخذ بکنه. در سن 4 سالگی از نظر فعالیت های حرکی با پاهای متناوب از پله ها بالا پایین میره، یعنی میتونه که یک پا خوب یک پله، پا دیگه خوب پله دیگه واسطه است بالا بره و قبلا در سن قبل از سن 4 سالگی با یک پا این یک پا خوب روی پله میگشت، با پا دیگه خوب روی پله، باز پا خوب پله بعدی، باز پا دیگه خوب روی پله میگشت، اما در سن 4 سالگی به شکل متناوب از پله ها بالا میره، یک توپر میتونه بالا بندازه و میتونه که روی یک پا خستان بشه. در سن 4 سالگی از نظر اجتماعی حداقل یک رنگ میشناسه، البته یه نظر به صورت متوسط هست، بعضی طفل‌ها هستن که در سن 4 سالگی چندین رنگ میشناسن، به خصوص حال در شرایط فعلی که کودکستان ها و مو مراحل سیستم های تدریسی قبل از مکتب وجود داره، نرسری وجود داره و از اون آموزش میدن، اما بدون آموزش، بدون اینکه آموزش داده بشه خود از اون میتونه یک رنگ چکار کنه حداقل بشناسه. دست رو خور میشوره در سن 4 سالگی و برای شستشو در تشناب کمک میگیره و بالاخره در سن 5 سالگی تف از نظر فعالیت های حرکی توپ را میگیرد و پرتاب میکند و از نظر فعالیت های اجتماعی 4 رنگ میشناسه، بدون کمک لباس های خود میپوشه و در میاره. این شد سن 5 سالگی. خب در دیگه سن ها چون بیشترین ارزیابی تکامل تا سن 5 سالگی بسیار ارزش داره برای شما و وقتی که ما اگر مشکل در قسمت مهارت و تکامل، مهارت تکامل در واقع در تا سن 5 سالگی ایجاد شد، ما میتونیم تشخیص پیدا بکنیم یا قابل تداوی هست، اما اگر سن 5 سالگی بعد باز مشکلات پیدا شد و کمتر قابل تداوی است، لذا ما مراحل تکامل طبیعی طفل تا سن 5 سالگی خواندیم و تا اینجا دیگه در واقع مراحل تکامل شما ختم میشه. خب دوستان شما در پرلوی از اینکه این سلاید ها شما میخوانیم
و گوش میکنیم حتما کتاب خواهم مطالعه بکنیم. بعضی موضوعات اضافی شاید داخل کتاب شما باشه و شما همچنین میتونید از رفرنس‌های مختلف دیگر استفاده بکنیم، از کتاب‌های اطفال، کتاب‌های اطفال شما پیدا بکنیم، کتاب نلسن اطفال هست، کتاب‌های گهی در اطفال هست، امراض اطفال که در واقع به خود طب معالجه پانتون پنزی طب کابل تطبیق میشه یا تدریس میشه، او هم میتونیم مطالعه بکنیم بخونیم کمک مشرح‌تر گفته. و در مجموع شما بسنده به این موضوع نکنیم، چون موضوعات تکامل و شتف موضوعات بسیار در مجموع طب اطفال بسیار وسیع هست و خود مضمون شما به عنوان راهنما شما را هدایت میکنه تا اینکه بتونیم چیکار کنیم، مهارت و دانش خود در قسمت طب اطفال بالا ببریم. خب درس جلسه سوم هم تو این در اینجا ختم میشه. در جلسه بعدی ان شاء الله ما تغذیر خواهیم خواند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.